عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما مخاطبین خوبمون در پادکست هفت. بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در طول برنامه. منم درود و سلام میگم و ممنونم که پادکست هفت رو برای تماشا و شنیدن انتخاب کردید. ما امروز قراره راجع به عبادتگاه‌های بهایی یا همون مشرق الاذکار‌ها صحبت بکنیم، جایی که به باور بهاییان مفهوم دعا و نیایش با مفهوم خدمت گره خورده. درهای معابد بهایی به روی همه مردم دنیا با هر پیشینه و اعتقادی که دارن باز هستش و هر فرد میتونه در اونجا به عبادت و نیایش مشغول بشه. خوبه که این مطلب رو هم اضافه بکنیم که در حال حاضر 13 معبد باهایی در کل دنیا ساخته شده و برخی از اون کشورها هندوستان، کامبوج، استرالیا و آمریکا هستش. در آوریل 2023 یعنی امسال برنامه‌هایی برای تأسیس 3 معبد تازه در کشورهای کانادا، زامبیا و نپال اعلام شد. دوستان خوبمون، ما در این قسمت از برنامه 2 مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که تجربه حضور در یکی از معابد باهایی رو دارن در هندوستان. خانم زرین شاکر و آقای نوید پورگنجی. بریم با زرین و نوید همراه بشیم و از تجربهشون بشنویم از حضور در معبد نیلوفر آبی در کشور هندوستان. بسیار خوش اومدید، بهتون درود میگم. منم بهتون درود میگم، به پادکست هفت خوش اومدید. درود و سپاس، ممنونیم که ما رو به این برنامه دعوت کردیم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. همچون که شما میدونید ما امروز در مورد عبادتگاه ها و یا مشرق الاذکار های باهایی داریم صحبت میکنیم. دوست دارم ازتون بپرسم، از شمایی که تجربه حضور در این اماکن رو داشتین، که این معابد باهایی چه فضاهایی دارن و چه جور عبادتگاه هایی هستن؟ نوید از شما شروع میکنیم. بله، ممنون. دوستان عزیز، همونطور که میدونید مشرق الاذکار یا عبادتگاه یا همون معبد در واقع جایی هست برای عبادت، برای دعا خوندن، برای راز و نیاز کردن و همینطور برای مدیتیشن، که خب آدم های خیلی زیادی در طول روز میان و اینجا رو از اینجا دیدن میکنن، از فضای زیبای اینجا، از معماری اینجا لذت میبرن و وارد میشن داخل اون معبد و اونجا میشینن و دعا میخونن. حالا هر کس به نوعی، به شکلی، با اعتقادی، با طرز فکری، با نیتی، بالاخره میاد و اونجا میشینه و یه جورایی وصل میشه به اصطلاح خالق خودش و در واقع دعا میخونه. ممنونم نوید. خوبه که برای مخاطبین این برنامه بگی که عبادتگاه های بهایی یا مشرق الاذکار ها از نظر معماری چه خصوصیاتی دارند و این معبد نیلوفر آبی به طور خاص چه ویژگی هایی داره؟ خب همینطور که دوستان بعضی ها مطلع هستن، مشرق الاذکار ها یا عبادتگاه های بهایی هر کدوم به شکلی هستن، یعنی معماری متفاوتی رو دارن و ولی یک موضوع خاصی درشون مشترک هست. این کس که سعی شده به زیباترین، به بهترین شکلی که می شده اون دیزاین، اون شکل و اون طراحیش انجام بشه و داخلش هیچ مجسمه‌ای، عکسی یا نمادی از یک اعتقاد یا آیینی نیست و فقط صندلی هست، جای نشستن مردم هست و یک حال خالی و 9 تا در و 9 تا راه که به اون درا میرسه که از 9 جهت میشه
مردم بیان و برن، یعنی وارد بشن و خارج بشن. این به طور کلی هست. و اگه بخوام در مورد نیلوفر آبی یا همون لوتوس بگم، در مورد دیزاینش، در واقع اون کسی که دیزاینش کرد آقای فریبرد صحبا، اون طرح نیلوفر آبی رو در واقع انتخاب کرد برای اینکه این گل نیلوفر در تمام ادوار و در تمام ادیان به نوعی هست و مورد ستایش و مورد احترام و مورد یک نماد خاص هست. مثلا شما اگه دقت کنین حتی در تخت جمشید اون گل نیلوفر رو میبینید در بناها، یا در دیانت هندو هست، در همه یه جورایی در همه مذاهب یه شکلی داره. ولی خیلی چیزی که دوست دارم اشاره بکنم این هست که شما اگه دقت بکنید اون گل نیلوفر در واقع حالتش، خصوصیتش، طبیعتش این هست که از آب مرداب و آب راکد سر در میاره و در واقع رشد میکنه و میاد و چه زیبایی خودش رو به نمایش میگذاره. خیلی این مثال جالبی هست که میتونیم یه جورایی وصلش کنیم به اتفاقی که توی دنیا داره میفته، تمام بی‌عدالتی ها، تمام ظلم ها، تمام اون، بخوایم اینا رو بگیم اینها اون مثل مرداب، اون مثل در واقع اون ناپاکی هایی که بخوایم بگیم هست، یک دفعه نیلوفر آبی و کاری که توش انجام میشه و فعالیت هایی که جوارش داره انجام میشه و در خودش میتونه یه مثال جالبی باشه که چطور توی این دنیای ما که همه به راحتی میتونیم اون بی‌عدالتی ها و مشکلات خاص و زیادی که داره رو ببینیم، این گل نیلوفر آبی میتونه یه پیام جدیدی برای ما باشه، یک نماد جدیدی برای ما باشه و یک اتفاق جدیدی باشه که داخلش داره میفته. و بیستورم زرین، از اونجایی که میدونم شما تجربه حضور در معبد باهایی لوتوس رو دارید یا همون معبد باهایی هندوستان، میخوام از تجربه اولیه بازدید کننده ها برامون بیشتر بگید. چشم پرانش عزیز، والا روزانه خیلی تعداد افراد زیادی اینجا میان و با این صحنه باشکوه مواجه میشن که در وسط یک باغ یک ساختمان خیلی زیبایی رو میبینن. اولش خیلی جذب این فضای ظاهری میشن، ولی وقتی که میرن و در بالا توی اون فضا به نوع خودشون عبادت میکنن، خیلی سوالات براشون پیش میاد که معمولاً یک امکانی براشون فراهم هست که وقتی از فضای داخلی خارج میشن میتونن سوالاتشون رو با والنتیرهایی که اونجا هستن، یعنی داوطلبینی که اونجا دارن خدمت میکنن، در میون بذارن. یک بروشورهایی هم به زبانهای مختلف دنیا تعبیه شده که در قسمت خروجی میتونن اون بروشورها رو که یک معرفی کوتاهی از حالا خود معبد هست و در مورد دعا و مناجات در آیین بهایی و اهداف آیین بهایی هست تو از طریق اون بروشور دریافت کنن. و بعدش اگر سوالات بیشتری داشته باشن، داوطلبین معمولا در خدمتشون هستن که باشون وقت صرف کنن و در مورد برنامه‌های آیین بهایی باشون در میون بذارن، که خب خیلی فرصت مغتنمی هست و خیلی وقتها مشتاق میشن که بیشتر در این زمینه بشنوند و خب با برنامه های آیین بهایی که توی جامعه دهلی هست آشنا میشن، که حالا این برنامه ها مرتبط به کودکان و جوانان و سن جوانی و بزرگسالی هست و همه اینها
اگر که مشتاق در شرکتش باشن معمولا راه تماسی رو میدن که در این برنامه ها باهاشون تماس گرفته بشه و بتونن شرکت کنن از طریق اون تماس. برگردیم به شما نوید. میخوام برامون بگید که کلن معابد بهایی یا مشغول اذکارها چه ماهیتی دارن؟ آیا صرفاً محلی هستن برای عبادت و راز و نیاز یا نه کاربری های دیگه ای هم براشون تعریف شده؟ دعایی که خونده میشه داخل اگر شما دقت بکنید میبینید که افراد با پیشینه های مختلف میان، با ادیان مختلف هستن و اعتقادات مختلفی دارن و وقتی که میان و کنار هم میشینن براشون خیلی جالبه و واقعا این یک نمونه‌ای هست، یک مثالی هست از وحدت که ما آدم‌ها رو به هم وصل می‌کنه، یعنی یک چیزی هست که ما انسان‌ها رو داره به هم متصل و به اصطلاح هماهنگ می‌کنه که توی یک مکانی، توی یک جایی اون با توجه به تمام تفاوت‌ها و اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها و همه این مسائل یک چیزی ما رو در یک جایی متصل می‌کنه و اون عبادت هست در داخل مشغل اذکار بهایی. ما در برنامه هامون در خصوص فعالیت‌های جامعه سازی توسط پیروان آیین بهایی بسیار گفتیم و فکر می‌کنم برنامه‌های زیادی ساخته شده. خیلی دوست دارم بدونم زرین که ارتباط بین معابد بهایی و فرایند جامعه سازی چی هستش؟ تقریبا از چند سال پیش یک مرکز آموزشی تو فضای داخلی عبادتگاه ساخته شد که جوابگوی بعضی از نیازهایی که توی محله ها وجود داره رو این مرکز آموزش در حقیقت میده و جوابگو هست. یک چیزی که من دارم میبینم اینه که بعضی از افرادی که توی برنامه های این مرکز آموزش شرکت میکنن، اما از کمپین هایی که برای نوجوانا، والدین جوانا، خود جوانا برگزار میشه، وقتی که میان اول در معرض برنامه های آموزشی قرار میگیرن خب خیلی تاثیرگذاره و وقتی که با فضای عبادتگاه و آموزه های آیین بهایی بیشتر نزدیک میشن این خودش تاثیر مستقیمی روی پیشرفت برنامه ها توی محله ها داره. در مورد هدفی که این مرکز آموزش داره که من خدمتون گفتم که بچه ها، نوجوانا، جوانا و بزرگسالا میان و اینجا در معرض آموزش قرار میگیرن، این نکته بعد یادآور بشم که منظور از این آموزش ها یک تلقینات دینی نیست و هر کسی با باور و عقیده خودش میتونه بیاد و تو این برنامه ها شرکت بکنه و با توانایی ها و استعدادهایی که داره میتونه به جامعه محلش خدمت بکنه و هر کس که تو این برنامه شرکت میکنه لزوماً قرار نیست که در پایان این برنامه بهایی بشه یا تغییر دین بده. من فکر کنم چیزی که مهم هست اینه که ما باور داریم که تحت تعلیمات مفید افراد تواندهی میشن و استعدادها و توانایی هاشون به منصه ظهور میرسه و این استعدادها و توانایی ها میتونه برای پیشرفت یک جامعه محلی به کار گرفته بشه. این اون هدفیه که این برنامه های آموزشی داره و کمک میکنه که این افراد بهترین های خودشون رو توی اون جامعه محلی به منصه ظهور برسونن. زرین، شما اشاره کردید به اقداماتی که برای تغییر در سطح محله و یا جامعه انجام میشه. اگه مثالی در این زمینه دارید ممنون میشم که برامون بگید تا همراهان برنامه پادکست هفت بیشتر با این موضوع آشنا بشن. بله حتما.
ببینید، در کنار اون برنامه هایی که مرکز آموزش داره، برنامه های دیگه ای هم تبیه میشه، از جمله مثلا از افراد تاثیرگذار جوامع محلی دعوت به عمل میاد که بیان تحت موضوعات مختلفی با هم توی گرد همایی هایی با هم گفتگو کنن و تاثیرات خیلی بزرگی رو تا به حال داشته. مثلا یک نمونه هایی که بتونم براتون مثال بزنم، یک بار از محله های مختلف تیم هایی از معلمین و مدیران مدارس دعوت شده بودن و گفتگو میکردن راجع به نقش تعلیم و تربیت از جنبه های مختلف، یعنی جنبه جسمانی، انسانی و روحانی در تواندهی افراد در سنین مختلف. و خب برایند این گفتگو خیلی تاثیرگذار بود، از اینکه بعضی از این افراد خیلی مشتاق بودند که از برنامه هایی که آیین بهایی برای تواندهی روحانی سنین مختلف داره توی مدرسه هاشون استفاده کنند. در کنار این مثال دیگه‌ای که خاطرم میاد، از بعضی از فرهنگیان کل شهر دعوت شده بود که توی گرد همایی در ارتباط با نقش خانواده در تواندهی جوانان برای خدمت به جامعه با هم صحبت کنند. از امثال این گفتگوها زیاد اتفاق میفته و افراد وقتی شرکت کننده در این برنامه هستند، قاعدتاً در تحت تاثیر گفتگوهایی که توی اون گرد همایی میشه، میتونن توی جامعه محلیشون به افراد تاثیرگذاری در این زمینه تبدیل بشن و این گفتگوها به صورت دوره‌ای تکرار میشه و معمولا ما هر ماه چند برنامه در این زمینه ها توی عبادتگاه داریم و افراد به این برنامه ها دعوت میشن. در انتها دوست دارم از هر کدوم از شما که مایل هستید بخوام که خاطره ای رو از این عبادتگاه ها برای ما عنوان کنید. وقتی که مردم میان بیرون از اون داخل حال مثلا دعا میخونن، میان بیرون نگاهی این بر اون بر میکنن، از این دوستان ما که اونجا خدمت میکنن و والنتیرن میپرسن که ما چیکار میتونیم بکنیم، ما چجوری میتونیم ما هم یه سهمی داشته باشیم. و این خیلی جالبه، این نشون میده که دوباره اون عبادته وقتی که به شکل زیبای خودش انجام میشه، پشتبندش، همراهش آدم میخواد یه کاری بکنه، میخواد یه خدمتی بکنه، میخواد یه حرکتی بکنه، میخواد در واقع یک سهمی داشته باشه در بهتر کردن دنیای اطرافش. ممنونم از هر دوی شما که در برنامه ما حضور پیدا کردید و به نظرم حضور در این اماکن میتونه تجربه بسیار ارزشمندی باشه. هر کجا که هستید خوب و خوش باشید. زرین شاکر و نوید پورگنجی، منم ازتون سپاسگزارم که مهمان پادکست هفت بودید. شب و روزتون خوش.